شاه در سال 1975 در مصاحبه معروف با حسن این هیکل علنا گفت من دیگه به اسرائیل ها احتیاجی ندارم بدون اونها هم کارمون پیش میره فکر کنم در سال 1977 بود که یکی از نمایندگانش به دمشق رفت در اون موقع نشانه های اولیه انقلاب پدیدار شده بود و دمشق یکی از مراکز اون بود نماینده شاه در اونجا پیشنهاد کرد که در ازای قطع کامل روابطش با اسرائیل عرب رویه متفاوتی رو در قبال اون در پیش بگیرن البته پیشنهادش پذیرفته نشد و درک کنیم که اون روابط از سر صمیمیت نبوده اما در وضعیت فعلی حداقل همسایگان عربمون رو و پوسکنده کنده به همون میگن ما اون چه در مورد مسئله فلسطین میکنین رو تایید نمیکنیم تا موقعی که با فلسطینی ها با توافقی پایدار نرسین با هاتون روابط علنی و عادی نخواهیم داشت ولی در عین حال منافع مشترکی داریم ما و مصر در مورد انصار بیت المقدس یا همون داعش در شبه جزیره سینا یا حماس در غزه ما ها اردنی ها در مورد اونچه در سوریه میگذره نگرانه های مشترکی داریم اینها منافع مهمی هستند و ما رو به هم نزدیک میکنند ولی فکر نمی کنم هیچ کس در تلاویو یا بیت المقدس دچار این توهم باشه که اونها عاشق ما شدن اینها همش سیاست صرفه میخوام سراغ مسئله جنجال برانگیزی بدم که ظاهرا در ابتدای انقلاب ایران در سال 1379 اتفاق افتاد شما در کتابتون میگین که به درخواست دولت بختیار موضوع سوء قصد جان آیت الله خمینی در زمانی که در پاریس بود در موساد به بحث گذاشته شد و شما با اون مخالفت کردید اونها از موساد میخواستن که آقای خمینی رو در پاریس به قد shortly after the Shah departed. بعد از رفتن شاه از ایران بختیار تنها مونده بود کاملا روشن بود که ساواک قصد فرمانبری از اون رو نداشت ارتش هم همینطور اما الیسار سفریر نماینده موساد در تهران رو که ما همه گیزی صداش میکردیم فرا خوند اونها قبلا هیچ وقت همدیگر رو ندیده بودند باید این رو درک کنین که ما هیچ وقت به خودمون اجازه نمیدادیم که حتی با معتدل ترین مخالفان شاه هم تماس برقرار کنیم و بختیار قطعا یکی از مخالفین معتدل بود چون از نگاه صرفا سیاسی شاه خبر داشتیم و میترسیدیم که اگه بفهمه ما رو بیرون کنه نمیتونستیم با اپوزیسیون حرف بزنیم به همین دلیل هم بختیار رو نمیشناختیم البته خمینی رو هم اصلا نمی شناختیم در واقع اجازه چنین چیزی رو به خودمون نداده بودیم خلاصه بختیار حدود 30 دی 1357 با گیزی تماس میگیره و بهش میگه من یک درخواست ازتون دارم خمینی رو بکشین باید این نکته رو روشن کنم که در جریان تحقیقاتی که برای نوشتن کتابم کردم متوجه شدم که از CIA اسده که فرانسه و اینتلیجنس سرویس بریتانیا هم درخواست مشابهی کرده بود و کسی چه میدونه شاید به کاگبه هم مراجعه کرده باشه البته در این مورد چیزی نمیدونم ولی به سه قدرت بزرگ غربی که اسم بردم قطعا مراجعه شده بود این درخواست به رئیس موساد جنرال هوفی منتقل شد او در ابتدای جلسه گفت بختیار به گیزی گفته که از ما بخواد خمینی رو بکشیم و ادامه داد میخوام بدونین که من با ترورهای سیاسی مخالفم باید بابت گفتن این حرف در اون موقع بهش اعتبار زیادی داد بعد گفت ولی باید در این مورد صحبت کنیم به من نگاه کرد و قبل از اینکه بتونم دهانم رو باز کنم آه اینم خیلی جالب بود کسی که کنار دستم نشسته بود نماینده سابق موساد در تهران بود و فکر میکرد ایران رو خوب میشناسه ولی مثل خیلی از اسرائیلیها که در ایران خدمت کرده بودن و فارسی صحبت میکردند و فکر میکردن ایران رو میشناسن او هیچ درکی از این نداشت که اوضاع از چه قراره چه حالا که دیگه خبرها از نفل و شاتو میرسید و چه قبلش هم از عراق او به لافاصله گفت بذارین خمینی برگرده ساواک و ارتش به حسابش میرسن لازم نیست ما نگران باشیم من با اینکه در ابتدا کاملا از اوضاع خبر بودم ولی دیگه تو اون مدت فهمیده بودم که قضیه اینجوری ها هم نیست و واقعیت چیز دیگه ولی باید خیلی زود در این مورد که چه میخوام به رئیس موساد بگم فکر میکردم و بعد از یک دقیقه گفتم ببینید ما در مورد اینکه خمینی کیه و چه دیدگاه هایی رو نمایندگی میکنه اطلاعات کافی نداریم من قادر نیستم در این مورد نظر کارشناسی بدم جلسه تموم شد و ما به بختیار پاسخ منفی دادیم بقیه کشورها هم بهش جواب رد دادن همونطور که در کتابم نوشتم چند ماه بعد از اینکه خمینی در اواخر بهمن 57 قدرت رو به دست گرفت و اعدام‌ها و بگیر و بند ها اتفاق افتاد و با روشنتر شدن ایدئولوژی او برای همه تصویر روشنتری از اوضاع به دست آوردیم چون انقلابیون از لحظه‌ای که قدرت را به دست گرفتن مرتبا با رسانه ها صحبت میکردن اون هم به شکلی مفرد در نتیجه خیلی زود میتونستیم بفهمیم که چه افکاری در سر دارن و من ظرف فقط چند ماه متوجه شدم و به خودم گفتم میدونی اگه اطلاعات الانم رو اون موقع داشتم احتمال داشت نظر دیگه ای بدم ام... ولی نو... يو... وش... روایت شما از ماجرا رو اخیرا یکی از وزرای دولت آقای بختیار رد کرده او میگه که آقای بختیار با هر گونه سوی قصد به جان آقای خمینی مخالف بود او میگه که جلسه ای با نماینده موساد برگزار شده که در اون آقای بختیار این وزیر و افراد دیگری حاضر بودند و سوی قصد به جان آقای خمینی در پاریس در اون جلسه مطرح میشه ولی آقای بختیار مخالفت میکنه و یا در بیشتر زمان جلسه ساکت بود ببینین اگه در سالهای اخیر نتونسته بودم به یقین برسم که بختیار به شکلی کاملا مشابه با سه سرویس اطلاعاتی غربی از طریق نماینده هاشون در تهران تماس گرفته و یک درخواست رو عینا با هر سه اونها مطرح کرده برای این روایت اعتبار بیشتری قائل می شدم. فکر می کنم روایت اول باید معتبر باشه. تا جایی که من میدونم در جلسه که این درخواست مطرح شده بود سفری و بختیار تنها بودن بذارین نگاه واقع به ماجرا داشته باشیم بختیار از اوضاع خبر داشت او به خوبی خمینی رو میشناخت و فکر میکنم او بیش از هر کس دیگه ای و به روشنی فهمیده بود که دوره زمامداریش چقدر کوتاه خواهد بود پس داشت همه گزینه ها رو در نظر می گرفت کاملا ممکن بود که کسی بهش جواب مثبت بده ولی بختیار بهش بگه اصلا میدونی چیه نظرم عوض شد نمیدونم من میتونم با اطمینان 100 درصد بهتون بگم با 100 درصد اطمینان که این درخواست با ما با آمریکایی ها با بریتانیایی ها و با فرانسوی ها مطرح شد right. روایت دیگر از این ماجرا که اون رو از لورد آلیانس که اخیرا با او مسابقه کردم شنیدم اینه که او میگه که در تهران با آقای اعتبار که دستر آقای بختیار بود ملاقات میکنه در اون ملاقات آقای اعتبار خیلی خشمگین بوده و به زمین و زمان بد و بیرا میگفته دلیلش هم این بوده که پیشنهاد سوی قصب به جان آقای خمینی در پاریس رو خود شاه رد کرده بوده او نمیخواست چنین اتفاقی بیفته و دلیل عصبانیت شدید آقای اعتبار هم همین بوده این هم روایت دیگه از ماجراست ویش... نمیتونم در این مورد چیزی بگم شاید من اطلاعی ندارم ولی واقعیت اینه که بر فرض اینکه بختیار این درخواست رو مطرح کرده باشه همه بهش جواب رد دادن و نهایتا سوء قصدی اتفاق نیفتاد و حتی اگه کسی جواب مثبت داده بود هم شاید سوء قصدی اتفاق نمیافتاد معلوم نیست کسی میتونست این کار را انجام بده